بله، در خدمت شما عزیزان هستیم و مانی عزیزم که در این قسمت در کنار من هستند و بسیار بسیار من خوشحالم. منم خیلی خوشحالم. البته اینجا خونه دوم خودمه. بله، اینجا خونه خودتونه. بله، انشالله که تا اینجای برنامه رو دیدید، پسندیدید. چقدر به تدارکات دیدن تلویزیون پن و همکاران، و خسته نباشید. من میگم به شما هم خسته نباشید، شما هم خسته تمام نباشید. کسانی که واقعا زحمت کشیدن، همه با هم کار کردیم و هممون در این خوشحالی سهیم هستیم و در کنار هم دیگه بودیم. الان چندین ماهه که داریم کار میکنیم، امیدواریم که تونسته باشیم لحظات شما رو شاد بکنیم. خب خیلی برنامه گذاشتیم، بهترین آهنگا رو هم پخش کردیم، برنامه های بسیار جالبی رو هم پخش کردیم، مصاحبات بسیار خوب بود، ولی یه صندلی یه جای خالی بود. هرچی من میگشتم دنبال این، آخه بعضی وقتا یه جای خالی هم هست. جاش خالی بود ولی الان محالم نیست. محال نیست، میگفتن که محاله. آدم فروشی هم نشده؟ نه، هیچ اصلا. ولی الان فهمیدیم که اصلا محال نیست. اصلا محال بده، مگه میشه؟ نه، باید یه چیزی که آدم دوست داره، بهش علاقه داره، باید بتونه چیکار کنه، داشته باشدش، ببینتش. و ما هم امروز خیلی خوشحالیم که این هنرمند خوب که از صبح رگبار تلفن ها همچنان بوده، ایمیل ها بوده، میدونم که ماهای ماه هستش که منتظر این عزیز بودید، این هنرمند خوب که ما هم واقعا از صمیم قلب دوستش داریم. بله، همه دوستش داریم، همه دوستش داریم، همه دوستش داریم. و همونطوری که بهتون قول دادیم، شادمهر عقیلی امسال نوروز در کنار حفصین ماست. شادمهر جان، عیدت مبارک. عید شما مبارک باشه. من اول اجازه بدین سلام عرض کنم خدمت بیننده های عزیزمون در ایران و اینجا، عید رو بهشون تبریک بگم. انشالله که سال خوبی داشته باشن. کدوم دوربین من؟ این دوربین شما. انشالله که سال خوبی داشته باشن، این نوروز براشون پربارترین سالی باشه که در زندگیشون بوده، و آرزوی موفقیت میکنم برای تک تک عزیزان که در ایران هستن و چه در اینجا هستن، و شما. مرسی، خیلی شما که نوروزت مبارک باشه. من فکر می‌کنم اولین نوروزی هست که در آمریکایی، نه؟ بله، اولین نوروز در آمریکا، و چندمین بهار رو جدا از ایران هستی؟ فکر می‌کنم با امسال پنجمین بهار باشه که دور از ایران هستم و دور از هموطنانم، دور از مادرم و دور از دوستان عزیزم. من اگه اجازه بدیم به مادرم هم تبریک بگم. حتما، خوشحال میشیم. آرزو میکنم که همیشه سایش بالا سرم باشه و انشالله که سال خوبی داشته باشه. و آرزو من این است که باز هم دوباره بتونم مادرم ببینمش و امسال حداقل که در دبی یا جای دیگه. این بزرگترین آرزومه. انشالله که آرزوت برآورده میشه. ما هم سلام میکنیم به مادر عزیز شادمهر عقیلی. عید رو از اینجا به شما عزیز تبریک میگیم. انشالله که همیشه سالم و سلامت باشین بالای سر پسرتون. اسم مامان چیه؟ آصفه. آصفه، خب آصفه جون چقدر خوشحالی، چقدر خوشحال میدونم هستی مثل یک مادر، چون خودم احساس مادری رو دارم. میبینی که پسرت چقدر موفق شده، چقدر دوستش دارن، چقدر هنرمنده، چقدر با استعداده، و این واقعا بالاترین لذتیه که یک مادر میتونه از وجود فرزندش داشته باشه. واقعا اینقدر موفق. خیلی متشکرم. یک هنرمند خوب، صداش بسیار زیباست شادمهر عقیلی، و هرچی راجع به هنرش صحبت بکنیم واقعا کم گفتیم. موسیقی که شادمهر عقیلی به وجود میاره، تا به امروز آلبوم هایی که به بازار آمده و مثل پاپ کورن، مثل آلبوم قبلی خیالی نیست. واقعا دو تا آلبوم هم در ایران داشت. دو تا آلبوم در ایران داشت.
بیشتر خودت صحبت کن. یعنی مردم، من مطمئن هستم که بیشتر الان منتظر هستن که شادمهر عزیز صحبت بکنه دیگه. من و ژاکلین رو هر روز میبینم. بله. شادمهر یک روز اومده و مردم مشتاق هستن بدونن از شادمهر بشنن. من راستش همیشه قلبم میزنه توی شرایط این شکلی که الان به خصوص عیدم هستش و زمانی که در تلویزیون میخوای برای مردم صحبت بکنی و همیشه خب سخته. شما عادت دارین، شما کارتون اینه و من نمیتونم. من واقعا دست پامو گم کردم، اصلا نمیدونم چی باید بگم. میشه یه سوال بکنم ازت شادمهر جان؟ چطور وقتی که بر روی استیج میریم، مثلا کنسرت ها من دیدم، خب میبینم 7,000-8,000 نفر 10,000 نفر هستن، مشتاقن و دارن همینجوری خیره نگات میکنن، خب شما اون موقع دست پاتون رو گم نمیکنین و بهترین برنامه رو هم اجرا میکنین. یعنی من اگر بخوام برم بالای استیج و ببینم 10,000 نفر واقعا من دارن نگاه میکنن، من که اصلا نمیتونم هیچ کاری. خیلی آره، خیلی ترسناک. آره، به نظرم، به نظر من برات اتفاق افتاده که مثلا این یه همچی فکری رو بکنی؟ اصلا من نمیتونم. منم نمیتونم. ولی واقعا شما چطوری شما میرین اون بالا و این اتفاق میفته؟ ولی جلوی تلویزیون میگی من دست پامو گم کرد. نمیدونی؟ خیلی جالبه. خب بریم سراغ این که این روزها شادمهر عقیلی چی کار میکنه؟ مشغول آماده کردنه؟ بله. یک آلبومی بود که از کانادا، زمانی که در کانادا بودم آماده کرده بودم و بارها و بارها آهنگا عوض شد در این یک سال و نیمه و تا الان به جایی رسیده که تقریبا همه آهنگا عوض شده و معلوم نیست چی میشه. ممکنه خیلی خوب بشه، ممکنه خیلی معمولی بشه. منظور چی عوض شده؟ سبک عوض شده؟ آهنگ، زمانی که شما یه آهنگی رو میخواییم بشنوید، دوست دارین یه آهنگی باشه که نتونید حدس بزنید چیه بعدش. و من هم همیشه دوست دارم یه چیزی باشه که ندونم چی قراره بشه، ندونم آهنگ به کجا میخواد بره، ملودی به کجا میره، شعر به کجا میره. به خاطر همین ترجیح میدم یه چیزی باشه که حدس نزنم، خاطر اینکه بتونم همیشه گوش بدم. این حالا اگر بگی منظور من رو، انشاءالله که همیشه نوآوری داشتی، همیشه دوست داشتم که یه چیز متفاوتی باشه، چه از لحاظ که بشنون چه از لحاظ این که ببینن. حالا در کانادا متاسفانه بدیش اینه که انقدر هوا سرده، اصلا انگیزه بهت نمیده که فکر کنی. یعنی انقدر سرمایه هوا تاثیر میذاره؟ هوا خیلی سرد. یعنی تاثیر میذاره روی احساسات یه هنرمنده؟ ببینید شما مردمی که در کشورهای مختلف هستن، شما فکر میکنم مسافر کردین و میدونید هر جا که میرید یه شکلی هن ایرانیاش. همینجوری که نزدیک میشین به اروپا میبینید خونگرمترن. به دبی میرید میبینید بیشتر خونگرمترن. حالا چه برسه به ایران، برید ببینید دیگه چقدر بیشتر. اینجا همه گرفتارن، هر روز مشغول، هر روز درگیر، دنبال این که زندگیشونو یه استانداردی نگه دارن، خودشونو بالا نگه دارن، خودشونو بتونن معمولی بودن خودشونو حداقل حفظ بکنن، پایین نرن. و خیلی خیلی سر اینجا همه شلوغ، سر همه اینجا شلوغ، اینجا واقعا سر همه شلوغ. یه مثالی هست میگن آواز دهور شنیدن خوش است. و نمیخوای پیامی بدی به اون عزیزانی که الان من میدونم یکی دو نفر هستن که بر من فرستادن، صدای خیلی قشنگی دارن، صداشون خیلی شبیه شادمهره. یعنی اصلا خودت گوش دادی؟ فکر کنم یکی دو تاشون رو شنیدم. بله، من برام یکیشون... فرستادن. اسمش رو یادم نیست متاسفانه. نه که نخوام بله. بگم به خدا اگه میدونستم یادم نیست اصلا. ولی یه صدایی داشت بله. اون زنگه رو تقریبا داشت. بله، اون حالت پیامی داری برای عزیزانی که در ایران هستن؟ براشون آرزوی موفقیت میکنم. کارای قشنگی من از ایران شنیدم. شما هم همینطور بله. فکر میکنم. کارای ایران زیباست. خیلی کارای قشنگیه. و خواننده‌های خیلی خوبی اومدن الان. به ما که رسید ما رو ممنون کردن. ولی الان اونجا ممنون نیست برای بعضیا. من شنیدم یه مقدار بعضیا میتونن بخونن.
یه استاندارد خاصی داره ایران. ایران ایرانه. بله. یه استاندارد خاص خودشو داره. هر کسی نمیتونه موفق بشه و به سادگی هم میتونه موفق بشه. به سادگی. یعنی فکر میکنیم ساده؟ خیلی ساده است. ولی خیلی هم سخته. باید درون آدم باشه. باید هنرمند باشی. ولی خب به بعضی هم ببینین که اجازه نمیدن. هرچقدر هم هنرمندن. یه سوال، یه چیزی رو راجع به شادمهر عقیلی میخواستم بگم. در این مدتی که خب به لس آنجلس اومده و ما بیشتر با شادمهر عقیلی آشنا شدیم، البته از تورنتو با شادمهر آشنا شدم و خب این آشنایی اینجا هم که آمد خیلی خوشحالم که این دوستی ادامه پیدا کرد. من شادمهر رو میبینم که مثلا یک آهنگی رو درست میکنه، بعد میگه بیا گوش کن، بعد فرداش میگه این یکی رو گوش کن. یعنی همش در حال بهتر کردن کارش هست، همش تغییر و تحولات دوست داره و موزیک کار خودش رو خودش درست میکنه. و میگم این الان هم دو تا موزیک ویدیویی که آماده شده، من اینا رو چند بار عوضش کردی؟ والا موزیکایی که شما فکر میکنم موزیک آخری که آقای علی کارچر کار کردن 7-8 باری عوض شد. بله. و آخر سر که دیگه شما خود تایید کردی، گفتیم اوکی دیگه همینه دیگه بریم. خیلی زیبا بود. من اولین بارم که شنیدم گفتم زیباست، بعد که دیگه تو تکمیلش که کردین شما یه خیلی قشنگ. پس الان دو تا میوزیک ویدیوی جدید داریم برای شما عزیزان از شادمهر عقیلی. واقعا برای نوروز خیلی تدارک دیدی. باری کردم دست درد نکنه که دست آقای علی کارتیه و آقای سایرس درد نکنه که زحمت کشیدن و دوستای بسیار خوب من هستن. من اینجا که اومدم دوستای خوب پیدا کردم، خدا رو شکر. و خدا رو شکر هر کی به من میرسه میگه که هنوز نخوردی؟ آره از این حرفا میزنن. آره کتک اینجا که میدونی کتک نمیشه زن. بعد گفتم که نه، منظورتون چیه؟ گفت اینجا لس آنجلسه. گفتم من شنیده بودم لس آنجلسه، ولی اون جوری که تعریف میکردن نیست. من خدا رو شکر تا الان چیز خوبی چیز دیگه اینه. خدا رو شکر الان ما روسفید شدیم. خدا رو شکر ولی همه شادمهر عقیلی رو واقعا دوست دارن. شادمهر جان این یه واقعیته. از هنرمندا، از مردم واقعا انقدر، همین امروز صبح انقدر ما تلفن داشتیم در رابطه با اینکه تازه ما اعلام نکرده بودیم که شادمهر عقیلی قراره به صورت زنده در تلویزیون پن باشه و این همه تلفن گفتیم براتون سورپرایز داریم، ولی فکر می‌کنم مردم خیلی زرنگ‌تر از ما. بله متوجه شدن. هم خیلی لطف دارن. شادمهر جان از چند سالگی، من البته خب بیوگرافی شادمهر رو درست کردم دیگه، من فکر می‌کنم با خود شادمهر بهتر شادمهر رو می‌شناسم. خب واقعا اینو بگم اینجا حالا ما در ذهن از طرفدارای شادمهر هستیم اینجا نشستیم. من شادمهر عزیز رو واقعا خیلی دوستش دارم به خاطر اینکه اولا که رابطه خوبی داریم، مثل خواهر برادر میمونیم و به قول این امریکایی‌ها اینجا میگن که باید کمستری دو نفر به هم بخوره. واقعا. و کمستری شادمهر هم به من آذرماهی هم به ژاکلین آذرماهی میخوره. من چرا قبول داری؟ کردم که تشریف بیارین. خیلی مرسی شادمهر. آذرماهی‌ها چجوری هم؟ آذرماهی ها عشقن. عشقن؟ عشق خیلی چیز خوبیه. اگر کسی تو زندگیش عشق نباشه اصلا من فکر میکنم که بیهوده است. یعنی کسی عاشق نباشه، عشق توی زندگی کسی نباشه، اگه هنرمند باشه نمیتونه. من فکر نمی کنم اگر عشق تو زندگی شادمهر نباشه بتونه یه همچین آهنگ های قشنگی درست. واقعا واقعا تمام اکثر آهنگ های شادمهر عاشقانه است و داره آدم فروش هم داره، ولی خب اونم خب بعضی اوقات آدم بعضی اوقات لجش میگیره دیگه. آره دیگه از این آدم فروش ها. ولی هیچ وقت ایشالله که هیچ آدم فروشی دوره برات نباشه، همیشه واقعا دوستای خوب و میدونم که دوستای بسیار بسیار خوبی رو داری که واقعا از ته قلب دوستت دارم. بله. دوستای خوبی مثل شما دارم. لطف داری. ما واقعا از ته قلب دوستت داریم. منم همینطور و برای شما آرزو موفقیت میکنم، برای دوستای دیگه هم آرزو موفقیت میکنم. انشالله که هر جا هستن خوشحال باشن، همیشه خوشحالی در زندگیشون باشه.
و من اجازه بدید که زیاد حرف نزنم چون میخوام موزیک ویدیو تو پخش کنیم. موافقی؟ بله. ولی یه چیزی بگیم، حالا موزیک ویدیو آماده میشه. همه فکر معنی کسی که هنرمندش رو نمیبینه از دور، همه یه جوره دیگه نسبت به هنرمندش فکر میکنه. ولی بسیار احساساتی شادمه، پسر بسیار احساساتیه، ولی شما در ویدیوها و در آهنگهاش میبینید فکر میکنین احساساتی نیست. بسیار احساساتیه. ولی بسیار احساساتیه و من فقط میگم آرزو میکنم در این سال نو به اون چیزی که میخواد شادمه ایشالله واقعا به اون چیزی که میخواد شادمه برسه. ما آرزو میکنیم که بهترین ها برای شادمه همچنین برای شما ایشالله واقعا هر چی که آرزو میکنی بهش برسی. مرسی. من دوست دارم که یه توضیح مختصر بدی. اول دوست داریم که موزیک ویدیویی که سیروس عزیز برات آماده کرده سبب اون رو پخش کنیم. یه توضیح میخوای خودت بدی بعد بریم موزیک ویدیو رو ببینیم یا میخوای بریم ببینیم؟ سبب میگه سبب منم که میشکنم اما حرفی نمیزنم. اگه هیچ کس برام نموند واسه اینه که سبب منم. شعرش از آقای جواد شریف پور در ایران، دوست خوبم و انشالله که امسال براش سال خوبی باشه. بهتر موزیک ویدیو رو ببینیم. بح بح. چه آهنگ است که؟ آهنگ معمولا از خودم. بله خب من میخواستم ولی همیشه دوست ندارم بگم. چرا نه؟ کار به این قشنگی رو ارائه میدی چرا نه؟ خب پس بریم دیگه. منم خیلی مشتاقم. میدونم بینندگان عزیز الان میگن دیگه بسته ژاکلین مانی حرف نزنیم، میخواییم میزیک ویدیو. ما هم که دوتا پر حرف میدیگه. بریم میزیک ویدیو. بریم موزیک ویدیو سبب رو ببینیم. کارگردانی سیروس کردونی عزیز که بسیار زحمت کشیده. سبب منم که میشکنم اما حرفی نمیزنم. اگه هیچ کس برام نمون واسه اینه که سبب منم. کاش بدونی ما تم دنیا بی تو فقط گریه میخوام. کی میدونه این حسرت تا چه کرده با روز و شبا. زندگی یه دایی یه کابوسم تو رایی یه پاییزم تو بهار من یه مردان تو دریایی. از این گریه چه میدونی نه دردمی درمونی. به چه امید میخوای باشی که پیش دردام بمونی. زندگی یه دایه ای یه کابوسم تو رایایی یه پاییزم تو بهاری من یه مردم تو دریایی. سبب منم که میشکنم اما حرفی نمیزنم. اگه هیچ کس برام نمون واسه اینه که سبب منم. سبب منم که میشکنم اما حرفی نمیزنم.
اگه هیچ کس برام نمون واسه اینه که سلام منم. براو، اولا که بچه ها اونور دارن دست بزنن، بچه ها کلی امروز آدینس داریم اینجا، تماشاگر داریم، چقدر ابراز احساسات صدا شده میشنوید. ما گفتیم زیاد اینجا نه اینا، ولی طرفدارا رو نتونستیم دیگه جلوشونو بگیریم. طرفدارا بله، خیلی صحنه خیلی قشنگ بود. یه مقداری توضیح میدی راجع به این سبب چی شده بود؟ این خانم چیکار کرد؟ موزیک ویدیو چیکار این داستانش اینه که اگه دقت کنید اینا که یک معمولا دخترها خیلی روح حساس تری دارن، خیلی حساس تر از پسرها هستن و بعضی وقتا خیلی چیزها رو نمیتونن هندل کنن و اگر یه کار اشتباهی بکنن، یعنی میگی ضعیفن؟ نه منظورم اون نیست، حساس ترن خانم، خب احساسی تر برخورد میکنیم ما خانم با مسائل، تر برخورد میکنم. نه در مورد فقط مشکلات میگی، یعنی ضعیف ترن، نمیتونن اون قدرت رو داشته باشن. نه اون مشکل فرق میکنه، زمانی که اینجا میگه یه دختر خانمی به پارتنر خودش خیانت میکنه و نمیتونه این موضوع رو هندل کنه، چون اون طرف هم دوست داره و چون نمیتونه هندل کنه خودکشی میکنه. خب و سبب منم که میشکنم، اما حرفی نمیزنم، اگه هیچ کس برام نبود سبب منم. ویدیوش هم چقدر زیبا درست کرده، خیلی قشنگ درست کرده بودن، خیلی. ولی سبک قدیمی رو هنوز داره، ولی یه چیزای جدیدتر به کار برده، یعنی اون سبک یه مقدار میگم همیشه نوآوری میکنه شادمهر تو کارهاش، یه مقداری این نوآوری رو در آهنگ و تنظیم هم خودت کردی شادمهر جان؟ بگه آره من دوست دارم بعد بدونن هنرمندان که بعضی وقتا خودم تنظیم میکنم، یعنی که یه مقداری بعضی وقتا باید تنظیم بشه، یعنی خودم تنظیم بکنم، برای اینکه ملودی یه جوریه که باید تنظیم بکنم خودم، برای اینکه تمام احساس آهنگ، اون کوردا، تمام اون شکلا باید با هم باشه، با هم بخونه، همه چی با هم باید بخونه، مجبورم از همه تاچ خودم استفاده کنم. شادمهر از جمله هنرمندانی هستش که موزیک میزنه، یعنی گیتار میزنه، یعنی قشنگ میزنه ها، یعنی هنرمندانه این کارو میکنه، ویولون بسیار زیبا میزنه، بله، و چی دیگه میزنه؟ پیانو میزنه. من فکر میکنم ساز موسیقی نیست که شادمهر عقیلی نتونه بزنه، هست؟ چی رو نمیتونی؟ خود اگزاجره. نه بابا اخوان چیزی که چی رو نمیتونی بزنی؟ بگو چی، ما که میدونیم چی ها میتونی بزنی ولی چی رو نمیتونی؟ کتک نمیتونی. خب برای همینه میتونه آهنگساز خوبی باشه، میتونه تنظیم خوبی داشته باشه و یه مقداری وسواس بیشتری تو کارها به خرج میده. بسیار زیاد وسواسیه نوت بلده، بله بسیار زیاد وسواسیه توی کاراش. در ضمن میگم شادمهر عقیلی چون خودش یک آهنگسازه، الان این آهنگ که شنیدیم یه خورده اصلا فرق داشت با اون آلبومای قبلی، یه ذره متفاوت بود، تازه حالا اگه بعدیش هم بشنوین میبینید که دیگه اصلا انقلاب موسیقی میشه، بسیار زیباست. بعدی هم این سبک ملودی هایی که من تو ایران کار کرده بودم، این سبکو خیلی دوست دارم، سبک ملودی های اسمی داره؟ اسمش؟ نه اسم خاصی نداره، این سبکو خودم برای خودم هم اختراع کرد، آره، و روند این ملودی ها اون احساسش توی من هستش و هیچ جوری نمیتونم ازش درم، هر آهنگی بسازم اون هستش، اون رنگه، اون بوه، اون اشانتیونه، هیچ جوری نمیتونم ازش درم. آدم احساس میکنه میفهمه که این کار کار شادمهره، یه سیگنچر داری اون، یعنی اگر اون آهنگ رو اونجوری که خودم میخونم یه خواننده دیگه هم بخونه، همه میفهمن این آهنگ رو من ساختم. آه
البته آهنگساز خوبی برای هنرمندان، یادم رفته بود بگم برای برای هنرمندان بسیار خوبمونم آهنگای بسیار قشنگی رو ساخته که حالا الان حضور ذهن ندارم که همه رو بگم، ولی حتما اگه پیدا کنم یادم بیاد حتما میگم. شادمهر جان، یه چند تا سوال کلیشه‌ای همیشه میپرسن، یه چند تا سوالیه که یه جورایی اگه ناراحت نمیشی میخوایم یه خود قلقلکت بدیم، اذیتش میخوایم. قلقلکت اذیت نیست، میخوایم بخندیم. من از آذرمایی ها همیشه توقع دارم که بخندونده. میخوایم بگیم که من اصلا حالا نمیپرسم چند سالته، ولی در طول مدت عمرت چه اتفاقی اینقدر برات خوب بوده، مهم بوده که همیشه خاطره رو داشتی؟ حالا چه در ایام عید باشه، چه خاطره ای داری که همیشه تو میتونی این رو برای خودت یک سمبول بدونی، یک کاری رو که دوست داشتی کردی یا به یک نتیجه خوب رسیدی؟ حالا هر سنی که داشتی، دبستان بودی، دبیرستان بودی، عاشق شدی، نشدی، کارتو انجام دادی، آلبومتو زدی، توی هر رابطه خانوادگی، چه میخوایم ببینیم که چه خاطره ای داری که یه خاطره خیلی خوب، خیلی خوب، فراموشش نمیکنی، هیچ وقت فراموشش نمیکنی. من همیشه دوست داشتم روی استیج ویولون بزنم، مردم گوش کنن. آره، و زمانی که در ایران بچه بودم و ساز میزدم، خب ساز اولین بار که دیدم دست پام میلرزید، اصلا ساز میدیدم، هنوزم میبینم به خود چیز میشم. هیچ وقت هم ساز نداشتم، همش هم با ساز این اون یاد گرفتم، پول نداشتم. بچه ویالانش هم حالا میگه و پدرم دوست داشت اولها و اول دوست داشت و من اتاقم رو برشتم آکوستیک کردم، چون صدا دیگه اینقدر تمرین میکردم اذیتشون میکرد و همیشه اون در باید بسته میشد، من ساز میزدم و اگه نمی بستم دادش در می اومد، خسته می شدن. بله، خسته شده بودن. روزی مثلا 10 ساعت یا ساز می زدم و اینا خب کلافه می شه هر کسی که بخواد، اونم اوایل که تازه می خواد یاد بگیری. نه، ویالون هم یه مقداری اوایلش که یاد نگرفتن خوش خرشه. بله، از اول خوب می زدم. خب، و این موضوع همیشه زمانی که تمرین می کردم هم چشامو میبستم، خودم اون بالا میدم، مردمو میدیدم که دارن تشویقم میکنن، دوست مجسم میکنن. آره، مجسم میکردن تا که رسیدم بهش. ولی هیچ وقت خوانندگی رو دوست نداشتم، بیشتر نبودم، اصلا دوست نداشتم، بیشتر دوست داشتم ویولون رو بنوازم، معروفیت رو دوست نداشتم، مطرح بودن رو زیاد، معروفیت رو، محبوبیت رو خیلی دوست داشتم، معروفیت رو خیلی دوست دارم. من البته فکر می‌کنم شما خیلی خیلی الان زیاد محبوب هستی، چون واقعا دوستت دارن. اینه محبوب بودن که یک هنرمند رو واقعا دوست داشته باشن، بی صبرانه منتظر دیدنش باشن، بی صبرانه منتظر آلبومش باشن. متشکرم. چند ساله بودی دلت برای اولین بار تپید؟ برای دلت تپید بالاخره؟ خب بالاخره هر کسی ایشون دارن سوالایی. بله. چند ساله بودی؟ مثلا من اصولا از هنرمندا میپرسم، مثلا شوهر من حمید میگه که 7 سالش 8 سالش بوده عاشق معلمش شد. خب من 17 سالم بود، یه دختری رو دوست داشتم و هیچ وقت هم ندیدمش آخرسا، یعنی تو خواب میدیدمش. او یعنی تو رویا بود؟ نه نه نه، تو رویا نبود. بود. نمیدونست که دوستش داره. آها، اون نمیدونست که شما. آخرا فهمیده بود. آها. آره. چند سالت بود؟ 17. 17 سالت بود. بعد دوستش داشتم، بعد شبا مثلا خواب بودم احساس میکنم لباسم بده، بعد خب ابرانشم لباسم بپوشم نکنه منو ببینه. آخه اون عشقی. آره، اون عشقی که بچه عشق بچگی، عشق جوونی. دختره چند سالش بود؟ اونم تقریبا همون. همون. بعد آخرش چی شد؟ خب نرسیدم. نرسیدم. نه دیگه، اون یه چیزی بود که بعد از مثلا دو سه سال دیگه تموم شد اون حالت، و بعد از اون برای اولین بار دوست دختر گرفت، دوست دختری که بتونم ببینمش. و اون یه عشقی بود که میشه گفت عشق جوانی که با یکی هستی، خب
آدمی که 20 سالشه، بچه پسری که 20 سالشه، باید باشه. اون عشق رو داره که فکر میکنه اون اول و آخرش همونه. و زمانی که رفت تا 4 سال من خیلی اذیت شدم. 4 سال طول کشید تا بره. بله مثل این دخترها. البته بستگی داره. آره. نه، وقتی آدم عاشق واقعی میشه، چه مرد باشه چه زن، چه فرق میکنه؟ ولی آقایون احساساتی ترن. آقایون احساساتی هن، یه جایی نیستن، جاهایی که هستن. اون عشق واقعی، عشقیه که تو به خانوادت داری. اون عشق واقعیه. هر روز نمیگی دوستت دارم، بله، عاشقتم، ولی اگه اتفاقی براش بیفته دیوانه، بله، میشی. ولی حالا اگه یه روز ازدواج بکنی، خب به زنت نمیگی هر روز دوستت دارم یا میگی؟ هر روز نمیگم. خب راست میگی. زمانی میگم تفلکی. زمانی میگم که خودش بخواد. زمان خودش باشه. زمان خودش باشه. اونجوری بهتره. بله. چون اگر هر روزم بگی دوستت دارم دیگه دوستت دارم دیگه معنی میشه، دست میده. و قضیه مورد علاقه ایشون هم میدونین چیه؟ عدس پلو. خانومش باید عدس، زنش عدس پلو درست کنه. چقدر خوبه عدس، خیلی خوبه، هوش آدم زیاد میکنه. رنگ مورد علاقه؟ سفید. سفید. سفید دوست داری؟ ماشین سفید دوست دارم. ماشین مورد علاقه من که میدونم. بله. BMW یا BMW خودم. من دفعه پیش که داشتم راجع به شادمهر عقیلی صحبت میکنم، چند ماه پیش قبل از کودک تیاتر، راجع به ماشینش اعلام کردم که اصلا ماشینش چیه. خبر داری؟ ماشین نه. قبل از اینکه داشتیم راجع به کودک تیاتر صحبت میکردیم که کنسرتش قرار بود باشه، من دیگه ماشینش هم اعلام کردم چیه. خب هنوز نرسیده بود به لس آنجلس. نه اصلا من عکسای دارم از ایران، میدونن. از ایران عکس دارم که وقتی در بیوگرافی بود من اصلا با BMW چند بار نشون دادم. یعنی کاراکتر شادمهر رو یک BMW قرمز. نه من همیشه دوست داشتم چیزی که دارم تک باشه و BMW خب زیاده. BMW مورد علاقه من M3 هستش. بله. تو تری سیریز امش هستش که به اصطلاح خیلی دوست دارم اینو. همیشه دوست داشتم، تو ایران هم داشتم، همونو داشتم. اینجا هم اومدم انقدر ماشین عوض کردم، ولی آخرش هر چقدر هم ضرر کردم و آخر رفتم اونو خریدم. آره M3 خریدم. بعد اومدم در کانادا یه ماشین M3 سفید کانورتبل خریدم که گفتم اینو خوب حالا من خودم درستش کنم اونجوری که دلم میخواد، نه اونجوری که مثلا توی وبسایت ها دیدین درست میکنن. و تمام خودم رفتم سنباده زدم، بعد تو رنگ با دوستم کمک کردیم و هم دیگه رنگش کردیم، یه چیزی درست کردم، یه چیز خیلی خوشگل توپل مفول. یعنی اصلا دیزاینت بیه. آره دیزاینش عوض کرده. آره دیزاینش عوض شده. دنده یه وقت یا اتوماتیکه؟ تیپترونیکه، هم دنده ای میشه هم اتوماتیکه. اون چقدر خوبه. خب اون خیلی خوبه. و به کل شکل ماشین عوض شد، شکل بی ام دبلیو. بخاطر هر دفعه مثلا توی بی ام دبلیو دیلرشیپ با میرم، همه نگاه میکنن این چه ماشینیه مثلا، اول فکر میکنن یه ماشین دیگه است، ولی میبینم بی ام دبلیو، ولی قیافش عوض شده. خب وقت چی کارش کردی؟ هنوز دارمش، بعد دارمش میدم بره. بعد برمیگرده کانادا. مثلا خریدار داره یه همچین ماشینی که اصلا عوضش کردی؟ خب این ماشینا که عوض میشن اتفاقا فکر میکنم قیمتش بیشتر باشه. باید طالبش باشه. آه بله، مگه اینکه بله طالبش. البته یه چیزم راجع به شادمهر عقیلی بگیم که علاقه زیادی به ماشین داره. تا 2 ساعت میتونی راجع به ماشین، راجع به ماشین BMW میتونی فقط M3. آره دیگه میتونه صحبت کنه. ساعتی رو برای توضیح میده. خب یک شناسه دیگه. آره. فقط یه دونه ماشین رو دوست داره. واقعا. من تو میگفتم همیشه به دوستان میگفتم اگه من یه روزی پولدار بشم، من 6 تا ماشین می‌خرم M3، همه‌شون هر کدوم یه رنگ باشه. یه رنگ باشه. ولی همه‌شون یه سال باشه. سال به سال عوض کنیم. وقتی پولدار بشی سال به سال عوض کنیم. بعد عوض کنیم. هر کدومش یه رنگ باشه. هر کدومش یه رنگ باشه. فرق داشته باشه رنگش. آره با هم فرق. خب شادمهر، چه چیزی دوست داشتی توی زندگیت؟ ببین هر کسی یه پست، یه گذشته‌ای داره. خب تا حالا فکر کردی که من ای کاش میتونستم مثلا این یک ماه زندگی یا این
ده ماه زندگیم رو مثل یه مداد پاک کنی ور می داشتم و این رو پاک می کردم. تا به حال فکر کردی که یعنی من خودم فکر میکنم خیلی اشتباه زیاد کردم، ولی هیچ وقت حاضر نیستم با مداد پاک کن گذشته خودم خط بزنم. بله همیشه اینو فکر کردم، ولی بعدش به این رسیدم که خب اگر این نمیشد این تجربه نمیشد برای بعد. من همیشه دوست داشتم زمانی که به کانادا وارد شدم تا الان رو پاک کنم. دوست نداشتم کانادا رو هیچ وقت. ولی هوای سرد و دپرشن خیلی خیلی اذیت میکنه، مخصوصا من نمیتونستم بیرون بیام، برای اینکه میومدی بیرون خب مردم ببیننت زیاد آدم راحت نیست. میدونید کلاب بخوای بری بالاخره اونجا بازم ایرانی هست و مردم ما خیلی حساسن روی هنرمنداشون، دوست دارن که هنرمندشون رو چون براشون الگوه دوست دارن که خوب ببیننش، همیشه دوست ندارن بد ببیننش یا مثل قاطی دیگران ببیننش، یا اینکه مثلا کاری که دیگران میکنن اون هم بکنه، یا مثلا در کلاب که مثلا همه میرن دوست دارن هنرمندتون کلاب ببینن که مثلا براش این مقدار چیپ به نظر میرسه. اصلا میگن هنرمندان رو زیاد نباید جلوی چشم باشن یا توی هر جایی، حالا کلاب که همه جوونا میرن مسئله هم نیست، باید جوونا کلاب برن که ایرانی ها به نظر من همدیگر رو ببینن، با هم آشنا بشن، اقلا ازدواج های اونجوری صورت میگیره. ولی خب برای یه هنرمند هم مشکله، برای یه هنرمند هم مشکله، چون خب چشما همینجور فقط چشما به دنبال شماست و شما راحت نمیتونی اونجوری که خودت هستی باشی، نمیتونی رگولار باشی، اینش بده، نمیتونی معمولی باشی، همیشه آرزوی این که معمولی بخوای باشی، باید همش فکر کنی کاش میشد من یه آدم معمولی بودم مثل تمام این آدم ها، مثل تمام جوان هایی که دارن فان دارن اونجوری خوش بگذرونم. ولی واقعا مردم اینو نمیدونن و مردم همیشه فکر میکنن که چقدر خوبه معروفیت، خب تا زمانی که نبودی خوب. بله چقدر خوبه که هر جا میری نگاهت کنن، هر جا میری بودن امضا بگیرن، هر چقدر این واقعا من فکر میکنم که خیلی آرزوی یه همچین چیز رو دارن. ولی از کسانی که واقعا خیلی معروف هستن و میپرسین، حالا چه جامعه ایرانی باشه چه خارجی باشه فرقی نمیکنه، وقتی ازشون میپرسین میگه من تنها آرزویی که دارم اینه که بتونم با یه لباس معمولی یا مثلا یه کلاهی بزنم سرم راحت برم یه جای خرید کنم بیام. آره واقعا مایکل جکسون خیلی این کارو میکرد. بله مایکل جکسون یکی از اون کسایی بود که همیشه با یک لباس بسیار ژنده بهش میگن دیگه، یعنی پاره پوره میرفت و نمیخواست کسی ببینتش، نمیخواست کسی بشناستش. و یه مقداری هنرمندام همین حالا روزو دارم. بله، یه مقداری شاد مرجان اگر کار موسیقی رو انتخاب نمیکردی خب چه کار میکردی اگر موسیقی رو انتخاب نمیکردی؟ من هر روز توی این فکر هستم که موسیقی رو برگردونم به کار دوم و هر روز تو فکر اینم که یک کار دیگه رو شروع کنم. رو معمولا توی زندگی خودم همیشه هر 10 سال عوض میشه این موضوع. 10 سال یه کاریه، بعد از 10 سال یه کار دیگه، بعد از 10 سال یه کار دیگه، و یه 5 سال دیگه فکر میکنم دیگه کار دارم همین موزیک تموم شه بعدش دیگه، یعنی به حالتی که یه فرودی باشه که قشنگ باشه، چون هر روز باید جوان‌ترا بیان و صدای من دیگه تکراری میشه برای نه بابا تازه پخته‌تر میشه شاد مرجان چقدر شکسته نفسی. نه من میگم که اگر احیانا کار موزیک رو انتخاب نمی‌کردی چی کار می‌کردی؟ در بچگی موزیک رو انتخاب کردی، ولی اگه نمی‌کردی مثلا اینکه مثلا خواستی بیزنسمن می‌شدی یا مثلا دنبال یه حرفه دیگه می‌رفتی؟ حالا فکر نکردم. حالا فکر نکردم. دارم فکر می‌کنم ولی بهش نرسیدم. هنوز هیچ کاری بلد نیستم بکنم. بلدم یه چند تا کار بلدم. دوست داشتی چه کاره بشی؟ ولی خیلی بده. آشپزیت خوبه؟ بد نیست. عدس پلو درست حالا من گفتم خیلی بد، الان فکر میکنن چیه؟ خب نه میگم یعنی میتونستی راننده تریلی؟ تراک. راننده بچه که بودم خیلی دوست داشتم تراک داشته باشم. تراک. خب همه بچه ها همشون با تراک بازی میکنن و الان اصلا خیلی فرق میکنه.
الان اصلا داستان خب آره فرق. اون زمان آدم خب تجربه میکنه یه چیزی رو که ببینید آدم کاری رو که میکنه آدم دوست داره بیزی باشه که اینقدر سر شروع باشه که اصلا شب میره خونه بگیره بخوابه فکر نکنه به چیزی بیکاری بدترین چیزه بیکاری خیلی بده شما اگه یه روز نیاید ولی این روزا شما که سرتون بسیار شلوغ یا این آلبوم زیبایی که قراره به زودی به بازار بیاد که حتما تاریخش رو اعلام خواهیم کرد و آهنگ بعدی رو موافقیم ببینیم موزیک ویدیو بعدی رو من که الان دیگه واقعا منم از لحظه شماری میکنم تشکر کنم از دوست عزیزم الک آقای الک کارتیا و این دوست خوبم رو من در همین لس آنجلس باهاش آشنا شدم و عید رو بهش تبریک میگم به خودشون و خانم گلشون انشالله که سال خوبی داشته باشن انشالله واقعا پر از موفقیت موفق هستن محبوب هستن بیشتر موفقیت های بیشتر و تشکر میکنم که زحمت کشیدن برای من این ویدیو رو آماده کردن الک من اتفاقا اینجا یک وقتی داشتم ویدیو میگرفتن من دیدم خیلی پروفشنال خیلی حرفه‌ای کارش رو عمل میکنه و دیدم که برای یه میوزیک ویدیو چقدر زحمت کشیدن چقدر کار بسیار بزرگ اینم بهتون موجه بدیم که تمام پشت صحنه های این موزیک ویدیو رو تا چند روز آینده به شما عزیزان نشون خواهیم داد که ببینید برای یک موزیک ویدیو بله. خیلی چند خیلی نفر کار میکنن و حرفه‌ای هم کار میکردن چون من میمدم نگاه میکردم و چقدر این موزیک ویدیو زیبا شده از آتیش بگیرین از پنکه بگیرین من که یه جا از بعد که دوست نداره وقتی که پنکه رو گذاشته بودن شادمهر میخواست بخونه این پنکه رو گذاشته بودن باد میزد که گفتم وای تو رو خواست سرما نخوره شادمهر کنسرت داره در سان فرانسیسکو کنسرت داره در سان فرانسیسکو در اتلانتا بریم موزیک ویدیو رو ببینیم برگردیم و راجع به تورش و کارهایی که قرار انجام بده صحبت کنیم
گریه بگیری داغ دل از آب تو تاریکی این دریا مثل فانوس زیبا رسیدی خیلی بالاخره رسید یا نرسید اینا داشتن بزنیم خودش توضیح بده بگو خودش توضیح است تنو نرسیده است رسیدن یا شما رسیدی گذاشتیم برسه ولی خب خیلی قشنگ بود با زنجیر بودن و میخواستن برسن به شما نه به من نه به اون هدف اون هدفشون به اون نور قرار بود برسن البته آقای الک تایم اصلا نداشتن وقت زیادی نداشتن که این ویدیو رو ادیت کنن و ژاکلین عزیز ازشون خواستن که هر جور شده به شب عید برسونه این ویدیو رو و ایشون هم خیلی لطف کرد و زحمت کشید امروز و حالا قبلش نمیدونم ولی امروز میدونم از صبح پاش نشسته بود و همینجوری به من در تماس بود که این میخوای اول ببینیش اینا گفتم تو کار درسته احتیاجی نیست که من ببینم شما واقعا هم کارش بسیار زیباست شاد میکنی قصد برف بعدش میاد چجوری اونجا وایستدی این همه برف این همه برف رو سرش ریختن دیگه اون برف برف بود دیگه برف کانادا نبود ما برف کانادا آخه این پنکه خیلی بزرگی بود و این برفا رو میزدن هی من میگفتم وای الان این برف سبکی بود این برف سبکی بود که رو سرش ریختن سنگین نبود بعد آتیش برف سنگین دوست نداره برف سنگین منم البته اصلا یعنی هر جای البته عادت میکنه هر کسی هر جای زندگی میکنه عادت میکنه به اون زندگی ولی من اصلا نمیتونم سرما رو تحمل کنم بچه ها میدونن همین الان اینجا مانی جون نشسته سرده من آره من میگه اینجا سرده من سرمایه آره اینجا سرده خب پس ببینید من اصولا سرمایه هستم و اصولا جاهای گرم رو بیشتر دوست دارم جاهای سرد یه مقداری به قول شادمه یه دیپرشن عجیب میده آره آفتابو کمتر میبینی شما وقتی که در جایی که گرم هست مثل هاوایی مثل دبی مثل مردم... لس آنجلس مردم یه خود شادترن همون جوری که سرده فکر آدم فریز میشه نمیتونی دیگه فکر کنی چقدر میگن که خودکشی در اونجاها بیشتر هست در سوئد یا در ونکوور در ونکوور من شنیدم. بارون زیاده من حتی اینو دقیقا یادمه در تورنتو که بودم سالی یه ایرانی کشته شد بار. تو این پنج سال واقعا خب یعنی خودکشی در... میکرد؟ نه 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 دپرشن هم قد زیاده بر. که میزنن هم دیگر میکشن ولی خب به نظر من برین میوزیک ویدیوهای شادمهر رو گوش بدین اصلا دپرشن نمیگیرین چون فقط از عشق میگه رسیدی رسیدی بله. چقدر هم زیبا بود و در این ایام سال نو چقدر قشنگ بود که این موزیک ویدیو رو ما پخش کردیم و ما رسیدیم بهش اینجا نشسته ولی ایدی خوبی آوردی واقعا ایدی خوبی آوردی خودش هم جز ایدی هستش به ما ایدی داد خوشحالیم که خودش جز ایدیه اینجا آره نشسته آره من بگم به شما یه ایدیه داده که به من نه نه اگه ایدی گرفته بودم شما با خبر میشه اون حسادت خانوما رو که این که باعث افتخار منه که اومدم امشب پیش شما و من خودم از مانی جان خواستم که تشریف بیارم امشب در خدمت شما باشیم که باعث خوشحالی منم هست که در کنار مانی جون باشم من تشکر کنم از آقای شبخیز که زحمت کشیدن و این پشت استودیو رو در اختیار ما گذاشتن و ویدیو رو اونجا شوت کردیم دقیقاً یعنی اون دالانه خوب بود بله اون آقای الک تشخیص دادن که خوبه و هر موقع خواستی از هر جایی که شبخیز تشکر میکنم مرسی آقای شبخیز ممنون همیشه لطف داشتن همیشه زحمت کشیدن و یه ارادت خاصی نسبتشون داریم مرسی موفق مرسی. محبوب هستم محبوب تر همیشه باشه من میخوام از حمید بخوام که یه دونه از آهنگ های شادمهر رو لبخونی کنی
یه دونه از آهنگای شادمهر رو لبخونی کنه و خود شادمهر بگه. آقای شبخیز خودش هم صداش خوبه ها، ولی لبخونی ها رو دوست داره. آره ولی صدای خودش هم واقعا دوست داره. و باید بگیم که حمید یه کدوم بیشتر دوست داری، کدوم آهنگ رو لبخونی کنه؟ همین کدوم که بهتر میتونه لبخونی کنه. آره. آدم فروش نباشه فقط. نه آدم فروش خوب، آدم فروش خیلی آهنگ خوبیه، ولی خب اون آدم فروشی کردنه که خوب نیست، ولی آدم فروش بسیار آهنگ خوبه. یک تئاتر درست کردن حمید لباس از آدم فروش درست زندانی پیش بعد پارسال بود نه؟ دو سال پیش بود. دو سال پیش دیدی اصلا شاد مه؟ نه. آره یه تئاتر کوچیک درست کرده بودن بچه‌ها و همون لباسای زندانی رو پوشیده بودن. بعد آقای شبخیز افتاده بود به زندان، به زندان. و اون آدم فروش رو هم میخوندن. آقای شبخیز همه جورا رو باید بکشن. آقای شبخیز بسیار انسان خوبیه، بسیار مرد خوبی هست، خیلی قابل احترام. سالناتون هم مبارک باشه آقای شبخیز، اون بر استودیو هستن، عیدتون مبارک باشه و ایشالا همیشه سلامت باشید. اتفاقا حمید به من گفتش که وقتی که این ویدیو رو گرفتین ما میخواییم ITN هم حتما پخش بکنیم. گفتم حتما حتما این ویدیو رو میگیریم و این یک ساعت شده دیگه بگیریم که در ITN هم بابا ما پوزش رو بدیم دیگه، ITN هم اقلا پخش بکنیم این مصاحبه رو. خب یه سوال دیگه من دارم، شما عازم هستی؟ تورت در امریکا هست؟ کجاها داری میری؟ والا متاسفانه امسال نشد که دبی بریم، به دلیل اینکه من قرار دادم تا آخر می بود و به خاطر اینکه نرسیدیم تمام این کنسرت ها رو بذاریم، با پروموتوری که مثلا صحبت کرده بودیم قرارداد رو یک ماه دیگه تمدید کردیم. بله. و این افتاد تا فکر کنم جون، تا آخر بله. جون میشه میجون بعدش. بله میجون. و متاسفانه دیگه به دبی نمیتونم برم امسال، به اروپا هم نتونستم برم. جونم که اونجا تخم مرغ میتونی بپزی تو خیال. بله هر زمانی که شادمهر بره مردم براشون مردم بله براشون دارن شادمهر رو، خیلی مشتاق هستن که بیان دبی. روز اولی که شاد بشم، من حالا یه خاطری از خودم بگم که از شادمهر دارم. خب من خود اصولا شادمهر رو اصلا آهنگاش رو اصلا تیپ آهنگ ها و سبک رو دوست داشتم، ولی هنوز شادمهر رو ندیده بودم و رفتیم به دبی. اولین کنسرت شادمهر در دبی بود، نشسته بودم و واقعا مردمی که اومده بودن اونجا، یعنی با چشمای خودم دیدم که واقعا این مردم، شادمهر جان ممکنه تو در پشت استیج بودی نمیتونستی ببینی، پلاکاردهای خیلی قشنگ برده بودن و عشق میریختن. من یعنی وقتی که برگشتم منم با عشقای اونا عشقم در میامد، منم همینجوری آدم احساساتی. یه صحنه دیگه هم داشت اگه گفتی، تمامشون فندکارا گرفته بله. بودن و تک تکشون با تو میخوندن. من هم عشقامو براشون ریختم قبل از اینکه، وقتی که آهنگ رو میسازیم، وقتی یه آهنگی واقعا خوب باشه، من همیشه اینجوری تصور میکنم آهنگ اگر ملودی و شعرش خوب باشه، عشقمو در آورد، اون آهنگ درستی. آها یعنی میرسه به اون درجه. بله. بزنه. بله وقتی میزنه عشق در بیاد، یعنی آهنگ درسته، یعنی با احساساتتون باید بازی کن. باید اینجوری باشه. و حالا این آهنگ رسیدی عشق تو در آورد یا نه؟ آهنگ سبب. سبب. آها. ولی رسیدی انرژی داشت. انرژی. آها. انرژی داشت. واکنرولی بود. انرژی داشت. ولی مثلا آهنگ محاله یا مثلا محاله هم همینطور. محاله هم همینطور. یه آهنگ خیلی عاشقانه. یه آهنگ دیگه هم هست. خیالی نیست. نه نه نه. اون آهنگ رو من خیلی دوست دارم، فکر می‌کنم اون حالا بیا اینجا. نه نه نه. ستاره با گیتار زدی؟ ستاره. ستاره. اوه ستاره گفتن یادم افتاد. ستاره گفتن. من توی آهنگ های شادمه که داشتم بیوگرافی رو درست میکردم، یه بارم به شادمه گفتم من همینجور آهنگ رو گذاشتم، آهنگ های قدیمی که در ایران بود گذاشتم دیدم ژاکلین جان به اندازه 15 تا ستاره بود. من میگفتم این ستاره کیست؟ برای خود من مونده این ستاره آیا یه شخصیه؟ اینقدر آهنگ هایی که اسم ستاره توش باشه؟ ستاره اسم قشنگیه، من فقط نخوندم، خیلی آهنگ ستاره خوندن.
ستاره اسم قشنگه. ولی آهنگایی که بیشتر شعرشون با ستاره است توی شادمهر، یعنی آهنگای شادمهر رو من دیدم. من شعرها رو از شاعرها گرفتم و هر شاعری برای ستاره شعر گفته بود. خود به خود ستاره ها جمع شدن. ستاره ها جمع شدن. نه یک شاعر گفت یا شاعر شاعرای مختلف. آه پس چند تا بودن؟ بله. اوکی. الان بیشتر با شاعرهایی که داخل ایران هستن کار میکنی یا این برم؟ شاعرها بیشتر داخل ایران هستن. احساساتشون بگیم. برای اینکه خب به اونجا ریشه است و الان شاعرها اینجا فارسی یادشون رفته. ولی با شاعرهای ایران؟ ولی نه این که میگم شوخی میکنم و شاعرهای خوبی ما اینجا داریم و خوشبختانه کلام فارسی که اینقدر قشنگه که همیشه کتاب‌های فارسی، تمام این خارجی‌هایی که می‌بینید دوست دارن کتاب‌های فارسی رو بخونن. بله. و میگن که این زمانی که شما حرف می‌زنید ملودی داره صداتون، انگار که دارید آواز می‌خونید وقتی حرف می‌زنید. فارسی اینجوریه. و الان خیلی شاعرای خوب ما در اینجا هستن، در لس آنجلس هستن و شعرهایی که از قدیم شعرهایی بسیار بزرگی سرودن برای خواننده های بزرگی و الان در اینجا هستن و همیشه هم موندگارن. هیچ وقت هم فارسی یادشون نمیره و از همه ما بهتر فارسی رو بلدن حرف بزنن. انشالله که خدا زنده نگرشون بره. ولی احساسات ایرانیان یه چیز دیگه است. یعنی اون کسانی که داخل ایران هستن خب اونو بیشتر حس میکنن، داخل کشور هستن. ما یه خورده این برتر افتادیم و اون شاید اصلا اون صمیمیت و اون حسمونم یه مقداری از دست دادیم، چون ایرونیا خیلی با هم دیگه به نظر من صمیمی هستن، خیلی مهربون و خونگرم. اصلا دست ندادیم ژاکلین جان، خیلی هم بهش رسیدیم تازه. به نظر من فکر میکنم اینجا تازه معنی صمیمیت آدم درک میکنه. اینجوری فکر میکنم. من اینجوری فکر میکنم تو ایران شاید زیاد قدر هم دیگه رو ندونن. اینجا بیشتر قدر نه ایران میگن. ایران به خاطر اینکه رویای خارج از کشور همیشه برای همه ایرانی ها وجود داشته و فکر میکنن اینجا چه خبر است، که چه خبری نیست. شما میدونید. بله. من هم شاید حتی نمیدونستم تا باید بهش برسی. ولی من تو ایران خیلی مثلا با فامیل خیلی احساس صمیمیت‌تر می‌کردم تا اینجا. اینجا من فکر می‌کنم به خاطر اینکه حالا نه اینکه صمیمیت نباشه، ولی به خاطر مشغله کاری، همون چیزی که قبلا هم خودت گفتی، یه مقدار از هم آدم دیگه یه مقدار دور میشه. بله. ولی خب حرفاشو راحت‌تر می‌زنه. دیگه اون تعارفا رو نداریم. ولی اون صمیمیتی که داخل ایرانه باز هم من اینو اینجا نمی‌بینم. حالا یعنی اون نزدیکی خانوادگی رو نمی‌بینم. ایرانی هستیم، همیشه صمیمیت وجود داره درونمون، هیچ وقت نمیتونیم دور بندازیمش. حتی بچه‌هایی که اینجا به دنیا میان و ایرانی فارسی بلد نیستن، ولی وجودشون ایرانیه. تعصب ایرانی وجودشون ایرانیه، ولی با اون فرهنگ امریکایی در هر صورت آمیخته شده. آمیخته شده ولی بد نشده. نه نمیتونی بگی بد شده، یه چیز دیگه است. خیلی آدم اون چیزی که داخل ایران بود اون نیست. خب البته خب خود ما هم که در ایران ریشه گرفتیم، مثلا من در ایران ریشه گرفتم. من وقتی که از ایران اومدم 19-20 سالم بود که اومدم و بزرگ شدم اونجا، ولی وقتی خودم رو الان با کسی که همسن خودمه که الان در ایرانه، بازم میبینم دو تا دیدگاه مختلف داریم، دو جور آدم مختلف متفاوت هستیم. نه اینکه این بد باشه اون نه باشه. نه اصلا یعنی نمیتونم بگم اون بده، نمیتونم هیچ. شما بسیار اینجا کشور 72 ملیتیه دیگه. بله. بسیار تجربه دارید به دلیل اینکه خب اونجا یه فضای بسته فقط ایرانی میبینید. شما اینجا با هزار جور آدم‌های مختلف در روز برخورد میکنید و هزار جور رفتار مختلف رو میبینید. دیدگاهمون هم و تجربتون هم 100% بیشتر. بله. دیدگاهمون هم اصلا فرق دقیقا. میکنه. ولی وقتی میریم دبی، من واقعا این را از صمیم قلب میگم، وقتی که میریم دبی اون عشق و اون صمیمیت، البته خودمون هم اینجا هستیم، همه کسانی هم که در آمریکا هستن من دوستشون دارم، ولی وقتی میریم نزدیک میشیم به ایران اون صفا و صمیمیت و عشق رو بیشتر لمسش می‌کنیم، بیشتر احساس می‌کنیم، واقعا بیشتر لمسش می‌کنیم. و اون عشقی که میدن یه چیز دیگه است. دوستانی که هموطنایی که میان به دبی، چه به شما هنرمندا، چه ماهایی که میریم اونجا
واقعا اصلا انگار احساس میکنیم یه خورده نزدیک شدیم به ایران و اون خیلی احساس خوبیه. خب ما میخوایم، ما از شما سیر نمیشیم. اینه که من میدونم که هیچ کس از شادمهر سیر نمیشه. ما از شما سیر نمیشیم و باعث افتخار بود، افتخار ما بود شادمهر عزیز که امسال در کنار هفت‌سین ما بودی. همینطور مانی جون مرسی باعث که افتخار من بود که در دعوت کردین، من اومدم خیلی خوشحال شدم، باعث خوشحالی من بود، ازت خیلی ممنون هستم. عیدت مبارک باشه، ایشالله که سال جدید سال خوبی برات باشه، هر چی که آرزو میکنی از ته قلب میگم همچنین برای شما، به دست بیاری، همچنین برای شما، همچنین برای شما عزیز، موفق باشی، آقای شبخیز، بچه ها همه، آرزو موفقیت میکنم. مرسی که من رو دعوت کردید، خیلی فقط میخوام یه قولی بگیریم ازت. راحت بود؟ یه مقداری راحت‌تر شد؟ بله، اول یه خود تنس بود ولی الان خیلی راحت‌تر شد. دوست داریم که بیشتر در برنامه ها بیای، بیشتر مردم تو رو ببینن، از فعالیتات بیشتر آگاه بشن، به خاطر که خب وقتی هنرمندشون رو دوست دارن دلشون تنگ میشه، واقعا دلشون تنگ میشه. و اینجا خونه شادمهره، از طرف خودم دارم میگم، پن خونه اصلی شادمهر هستش، چون روابط بسیار خوبی هم با آقای دروی نازنین دارن، هم با ژاکلین، هم با بچه های آی تی ان و همه اینجا دوستش دارن و امیدواریم که برای بار دوم، سوم، چهارم، پنجم اصلا بتونیم یه مجری تلویزیون بشه. مجری کس اولین باره که یادتون باشه از اون زمانه که پر پرواز بودین، اولین باره که اومدیم توی تلویزیون. بله، تلویزیون لس آنجلس، به صورت زنده. بله، و خیلی جالب بود دیگه، خیلی خوشحال شدم. واقعا لطف کردی اومدی در عید نوروز اینجا بودی، خیلی مسئله برای ما اسپشال بود، خیلی به فالونیک میگیریم. بله، به فالونیک میگیریم. برنامه های نوروزی زنده همچنان ادامه داره، در کنار شادمهر عقیلی بودیم، این مصاحبه به صورت زنده بود، ضبط شده نبود و ازش دوباره تشکر میکنم. برنامه بعدی، هنرمند بعدی که در برنامه های تلویزیون پن به صورت زنده خواهد بود، نوشافرین عزیز هستش و در استودیو منتظر نوشافرین. هنرمند بعدی که در کنار ما خواهد نشست خانومه شافرین هستش. خانم شافرین امروز تولدشون هم هست. بله، امروز تولدشون هست. تولدشون ما یه تولد مبارکی کرد. و از تو بسیار ممنونم. مرسی. عیدت مبارک. عید شما مبارک. عیدت مبارک شاد مهشان. سال خوبی داشته باشید. انشالله که سال دیگه که مصاحبه نوروزی داریم، البته تا سال دیگه حتما میدونم چند بار مصاحبه خواهیم داشت، ولی سال آینده امیدوارم پربارتر و به اون چیزی که من میدونم ته قلب شادمهر هست، ما اینجا آرزو میکنیم که برسه. ایشالله. همچنین برای شما. مرسی. یک بار دیگه موزیک ویدیوی رسیدی رو میبینیم و برنامه های نوروزی همچنان ادامه داره. هنرمند بعدی نوشافرین عزیز.